سلام من دوباره اومدم امروز یه سری اصطلاحات کاربردی رو که توی موقعیت های مختلف خیلی میشنویم یا خیلی به کار میبریم رو با هم دیگه میخوایم یاد بگیریم اولیش چیه؟ آفیت اولسون آفیت اولسون یعنی نوش جونت زمانی که غذا رو برای کسی سرو میکنیم یا میبینیم که کسی داره غذا میخوره بهش میگیم آفیت اولسون اصطلاح بعدی چک یاشا چک یاشا یعنی زیاد زندگی کنی این اصطلاح موقعی استفاده میشه که یه شخصی عطسه میکنه و خب بهش میگیم که میخوایم بگیم ما تو فارسی میگیم عافیت باشه ولی خب اینا میگن چوکیشا زیاد زندگی کنی در جواب شما باید بگید سنده گر سنده گر یعنی تو هم ببینی تو هم پیر شدن و زیاد عمر کردن من رو ببینی یه جواب دیگه هم وجود داره هپ برابر هب برابر هممون با هم همه با هم زیادم کنیم همه با هم پیر بشیم و پیر شدن هم دیگر ببینیم بعدی کلمه لطفا لطفا دقیقا مثل فارسیه لطفا میتونین در اول یا در انتهای عبارت و یا خواهش و درخواستتون به کار ببریدش پاردون پاردون یعنی ببخشید اگه تنتون به کسی میخوره اتفاقی میفته که نیاز به معذرت خواهی کوتاه داره میگید پاردون یه مدل معذرت خواهی دیگه هم هست که رسمیتره و برای اشتباهات بزرگتری که مرت... مرتکب شدید و یه عذرخواهی های رسمی تر به کار میره چی هستش؟ عذر دیلریم عذر دیلریم یعنی عذر میخوام عذرخواهی میکنم باز یه مدل دیگه هم معذرت خواهی خیلی رسمی داریم که میگه کسورا باکمایم کسورا باکماین کسورا باکماین یعنی عذر تقصیر قصورم رو نبینید این رو حمل بر قصور و کوتاهی نذارید میبینید چقدر رسمیه حتی تو زبان خودمونم رسمیه پس توی جاهای خیلی رسمیتر از اصطلاح کسورا باکماین استفاده میکنیم یه اصطلاحی داریم آف درسن یا آف درسنز معنی لغت به لغتش میشه اف کنید ببخشید اما این ببخشید اون ببخشیدی که شما بعد از ارتکاب اشتباه میگید نیست بذارید یه مثال براتون بزنم توی فارسی وقتی که میرید یه مغازه میخواید یه سوالی بپرسید چی میگید ببخشید این چنده این ببخشیدی که گفتید ببخشیدیه که شما بعد از ارتکاب یک اشتباه میگید نه اشتباهی نکردید که برای در واقع جلب توجه طرف و اینکه ببخشید که وقتتون رو میگیرم یه همچین چیزی استفاده میکنید دقیقا توی ترکیه هم همینطوره آف درسین بو نکدر ببخشید این چقدره دقیقا بر همون موقع پس حواستون باشه که آف درسین برای یه نفر آف درسینز برای حالت رسمی و و یا یه گروهی برای بعد از اشتباه استفاده نمیشه اصطلاح بعدی که خیلی پرکار برده و خیلی جاهای زیادی میشنویدش گچمیش اولسون گچمیش اولسون معنی لغت به لغتش یعنی گذرا باشه حالا یعنی چی؟ یا یعنی چه جاهایی استفاده میشه؟ بهتره که بگم زمانی که شما میبینید که کسی بیماره میگید گچمیش اولسون یعنی گذرا باشه بگذره راحت بگذرونی این پروسه رو و یا یه اتفاق بدی برای طرف میفته خدای نکرده تصادفی میکنه یه اتفاق ناگواری از روی بدشانسی یا حالا هرچی براش میفته میگین گچ میشه ولی این اصطلاح رو یه جاهای خاصی هم میشنوید که یه مقایم هم جا میخورید مثلا اگر آرایشگاه رفتید یه کاری براتون انجام دادن که خب در طول این پروسه حالا یکم خسته شدید مثلا اذیت شدید هم حتی اصطلاح گچ میشه استفاده میشه و یا مثلا در انتهای یه روز پرکار و خیلی خسته کننده ممکنه که این رو از مدیرتون رئیستون و یا همکارانتون بشنوید گچ میش یعنی اینکه گذرا باشه حالت زودتر خوب بشه زودتر به حالت عادی برگردی کلمه ای که خیلی ترک ها استفاده میکنن کلمه تمام هست تمام همون تمام اوکی باشه بسیار خوب مرسی که تا اینجا با هم همراه بودین تا اصطلاحات بعدی خدا نگهدار